سلام به همه دوستان خوب دوشنبه سیوم تیر ماه 1399 20 جولای 2020 در خبرها خوندید که امروز اعلام شد که محمود موسوی مجد به عنوان جاسوس سیا و موساد با اتهامی که جمهوری اسلامی براش ترتیب داده اعدام شد خب داستان موسوی مجد اگر زمانی عمومی شد از دو سال قبل تقریبا دو سال قبل مطرح بود در مهر ماه 97 دستگیر شده بود و در شهریور 98 طبق ادعایی که اخیرا کردن محکوم به اعدام شده ولی تا حالا اعدام پیدا کرده کسی رو که مدعی هستن که جاسوسیش برای موساد و سیاه ثابت شده و 280 هزار دلار به قول اینها از سیاه و موساد پول گرفته بوده انقدر قوه قضایی جمهوری اسلامی عادله که 10 ماه یازده ماه سب کرده به خاطر ایراد دیوان عالی کشور به حکم و حالا اعدامش کرده و این هم کاملا اتفاقی که درست و همزمان با حکم اعدام برای سه جوان معترض آبان ماه همزمان با اعدام دو جوان در کردستان همزمان با اعلام و حکم اعدام زم همزمان با تهدیدهای فراوان قوه قضایی علیه مختل... مخالفین و معترزین، این هم اتفاقی اتفاق افتاده در همین روزها قسم موسوی مجد زمانی مطرح شد که روز بیستم خرداد همین امسال یعنی چهل و یک روز پیش آقای غلام حسین اسماعیلی مقدم آقای غلام اسماعیلی من از آقایون عسخای میکنم که کلمه آقا رو بر این به کار بردم غلام حسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه اومد اعلام کرد کسی که محل ترددها و استقرار سردار سلیمانی رو به جاس به سیا و موساد گزارش کرده بود حکم اعدامش صادر شده و به زودی اجرا میشه این رو بیست خورداد اعلام کرد یعنی دقیقاً 41 روز پیش اه چند به فاصله خیلی کوتاهی مرکز اطلاع رسانی قوه قضایی اومد اعلام کرد که نخیر این آقا از مهرماه از مهر ماه 97 در زندان بوده و حکم اعدامش ربطی به پرونده قاسم سلیمانی نداره خب ببینید من این نکته به شما بگم در مصاحبه سخنگویان حالا چه سخنگوی دولت چه سخنگوی قوه قضاییه چه سخنگوی حالا هر نهادی دیگه ای که سخنگو دارن دو جور مطلب مطرح یکی اینکه یه سری مطالبی رو اول معمولا اون سخنگو مطالبی که مرتبط با دستگاه خودش مهم هست و به خیال خودشون یا حالا به دلایل با اهداف خاص نیاز به اطلاع رسانی وجود داره میگه مثل این موضوع که حالا در اون روز خیلیشون سعی داشت احکام اعدام رو پررنگ کنه برجسته کنه برای ایجاد ارعاب و وحشت یه سری هم خبرنگاران سوال میکنن و سخنگو جواب میده در موضوعاتی که خبرنگاران سوال میکنن ممکنه اون سخنگو اطلاع دقیق نداشته باشه یا حضور ذهن نداشته باشه یه جواب اشتباهی بده به خصوص سخنگویان در جمهوری اسلامی که براشون نمیدونم یا خبر ندارم ننگی باید حتما یه جواب بدن خیلی وقتا واقعا جواب پرت و پلا میدن و بعدم میان میگن سخ... مترجم اشتباه کرده در ترجمه سابقه اش هست آقای رحیمی معاون اول احمدی نژاد یک بار یه حرف بی ربطی زده بود داخلی مانکس کرده بودن بعد وقتی بهش گفتن گفت بود اشتباه ترجمه کردن حالا به هر حال میخوام بگم یک موقع است موضوعی که توسط سخنگو مطرح میشه سوال خبرنگاران پاسخ سخنگو میتونه دقیق نباشه یعنی ممکنه حضور ذهن نداره یه جواب بی رفت داده باشه اما موضوعی که خودش بدون سوال خبرنگاران مطرح میکنه یعنی این موضوع موسوی مجد اصلا به خبرنگاران خبر نداشتن خود این آقا در ابتدای مطبعات این موضوع رو گفته پس نمیتونه اشتباه کرده باشه اما وقتی رفتن ظاهرا از جاهای دیگه بهشون فشار آوردن که این آبرو روزی به هر حال باز یک عنصر فعال سپاهی مشخص شده جاسوسه و بعد مشخص شده که حالا از داخل کشور های قاسم سلیمانی رو لو دارن کسانی که ادعا داشتن در داخل سازمانهای جاسوسی و سازمانهای اطلاعاتی دنیا نفوذ دارن حالا مشخص شده بغل گوش قاسم سلیمانیشون جاسوس است خب براشون خیلی ننگه اومدن مرکز اطلاع رسانی قوه قضاییه که به نحوی زیر دست آقای اسماعیلی آقای اسماعیلی مسئول مرکز اطلاعات رسانه کسی که سخنگو میشه یه ارتباط دو طرفه با مرکز اطلاع داره اولا مسئول اون دستگاه هست معمولا و ثانیا اساره و خلاصه خبرهایی که مرکز اطلاع جمعآوری جمع آوری میکنه توسط سخنگو اطلاع رسانه میشه این تناقض بسیار مهم بین سخنان اسماعیلی و مرکز اطلاع نشون میده که فشار از جای دیگه اومده یعنی قوه قضایی خودش تصمیم گرفته که اعلام کنه این ج... به قول خودشون جاسوسو دارن اعدام میکنن از جای دیگه بهشون فشار آوردن که این خبر رو لغو بکنه این در واقع به خصوص تیکه نه اینکه سپاهی بودنش رو یا ارتباط با سپاه رو حالا در مورد اون صحبت میکنم موضوع این که محل های قاسم سلیمانی رو افشا میکنه کسی که یه مزدور جمهوری اسلامی میشه تو خوا... تلویزیون های لندن میگفتش که فرمانده نیروهای آمریکایی به محض اینکه وارد افغانستان شد موبایلش روشن کرد یه تکس براش اومد قاسم سلیمانی براش نوشت به حوزه استحوازی من خوش اومدی حالا برای همین آدم بگن که نفر بغل دستش جاسوس سیاه و موساد بوده خیلی افتاره به همین مجبور شدن تکذیب بکنن اما به هر هر چی بود حالا باز هم اینم خودش جالبه که چهل و یک روز از روزی که اون آقا گفته حکم تأیید شده و به زودی اجرا میشه فاصله افتاده یعنی جمهور اسلامی به خصوص در دوره رئیسی که اشتهای خون داره و از افتخاراتش این همه اعدام هست چهل و یک روز باز دندون رو جگر گذاشتن و امروز این آدم ها اعدام کردن باز درست در شرایطی که همین خبرهای مربوط به اعدام برجسته شده و به خیال خودشون میخوان رعبافرینی کنن و وحشت در دلها بندازن اما واقعیت قصه چیه ببینید به هر حال اینا میتونستن حتی بی سر و این آدم رو اعدام کنن چون براشون خیلی سنگین بود و آدم معروفی هم نبود خبرش هم منعکس نشده بود خودشون خبر رسانی کردن چرا این رو برجسته میکنن و چرا خبر رو اعلام میکنن و چرا حتی این بازی ها رو انجام میدن که بگن تکذیب کنن بعد بگن به زودی اعدام میشه و بعدم شش هفته فاصله فاصل بندازن کسانی که اینقدر عجله دارن برای اعدام و اشتهای اعدام دارن چرا فاصله انداختن ببینید من معتقدم که همون تغییر و تحولاتی که در جامعه رخ داده بسیاری از افرادی که یک روز طرفدار جمهوری اسلامی بودن یک روز فدایی جمهوری اسلامی بودن یک روز حاضر بودن جانشون رو تمام اموال خودشون رو فدای جمهوری اسلامی بکنن امروز یا به صف بی‌طرفا و در واقع آدم های بیتفاوت پیوستند، دیگه در خوشبینانه خوشبینان ترین حالت یا به مخالفین به منتقدین یا حتی به معترضینی که حاضرن دست به سلاح ببرن علیه جمهوری اسلامی این همونطور که در جامعه اتفاق افتاده در نهادهای حکومتی هم اتفاق افتاده اگر می‌بینیم در رأس قوا یک سری معترضی وجود دارن انتقاد میکنن خب حتما تازه اینها چون هنوز امید دارن که لغمه از سفره انقلاب گیرشون بیاد به همین جد کجدار و مریض را میرن یکی به نل میزنن یکی میخ میزنن اما بعضی از افراد که دیگه کاملا بریدن بسیارشون انسانهای آزاده بودن یا هستن یا تبدیل شدن بسیارشون امیدی به بازگشت ندارن دیگه اون رو در ها هم ندارن همین وضعیت درون نهادهای حکومتی حتی سپاه اومده ببینید این که من بعضی وقتا فکر می‌کردم که حالا چه اسرای دارن که اعلام میشه جاسوس در سپاه دستگیر شد به این نتیجه رسیدم که بحث جاسوسی نیست نیروهای بریده سپاه که بسیارشون نیروهای رزمنده هم هستن از مرگ هم نمیترسن نیروهایی هستن که در جبه خودشون تا پای مرگ رفتن دوستانشون در برابرشون جان دادن بسیار از دوستانشون اسیر شدن مجروح شدن خودشون سالها جنگیدن اونها از چیزی نمیترسن حکومت از این آدم‌ها خیلی حکومت از کل ملت میترسه اما از آدمهایی که رزمندگان نترسی بودن و هنوز هم نمیترسن خیلی ترس داره حکومت به همجد یک القاء وحشتی میخواد بکنه ببینید این کاری که در مورد موسی مج کردن اطلاعات واقعا مسخره میدن میگم 20 خرداد غلام حسین اسماعیلی گفته کسی که محل ترددهای سلیمانی رو لو میداد ما شناسایی کردیم بعد ما همون موقع هم صحبت کردم گفتش که در قبال دریافت دلار آمریکایی جاسوسی میکرد که گفتم مثلا دلار زیمبابوه هم کسی حاضر بگیری برای علیه جمهوری اسلامی جاسوسی بکنه حالا امروز بعد از کشتن طرف یه سری چیزای جدید گفتن گفتن اطلاعات محافظ شخصی بشار اسد رو به موساد داده خب به شما چه ربطی داره آیا کسی اگر شما اگه وکیل مدافع سوریه هستید شما یک نیروی داخلی رو اعدام میکنید به خاطر که اطلاعات محافظ بشار اسد رو به موساد داده خب ببینید اینا که مشخصه فقط برای حجیم کردن پرونده است اما واقعیت قصه اینه که اینها از وح... از اه... یاقیان درون حکومت میترسن یاقی که یا به معنی منفی نگیرید کسانی که تقیان میکنن علیه حکومت کسانی که در واقع بریدن کسانی که دیگه دست از جان شستن و حاضرن برای سرنگونی حکومتی که خودشون یک روزی برای سرنگونی کردن برای جبران اشتباهشون یا برای نجات مردم حتی تا پای جان بیستن همان که میبینیم محمد مهدی فر محمد نوروزاد کسانی که یک روزی برای جمهوری اسلامی جان میدادن امروز برای افشای جمهوری اسلامی تا پای جان ایستادن و کارهایی میکنن که هر لحظه ممکنه جانشون به خطر بندازه این ترس از بدنه سپاه به خصوص به نظر رسه خیلی داره گسترده میشه به بچه حال سپاه هم در دا... کشور دارن زندگی میکنن خانواده هاشون رو میبینن میبینن که وارد دستیاشون چه کسافت کاری هایی میکنن چه رانت خوری هایی میکنن چه جنایت و فساد هایی میکنن و بعد از نیروهای پایین دست توقع دارن که آتش به اختیار از جمهوری اسلامی حمایت کنن به گمان من اون اتفاقی داره میفته و این اصرار بر اعلام احکام اعدام به خصوص در مورد موسوی مجب با این تناقض های خبری که به هر مشخص بشه یک نیروی که از نیروهای سطح بالا در واقع بسیار نزدیک به هسته اصلی سپاه بوده اعدام میکنن این پیامی هست به داخل سپاه که ما رحم نداریم بیرحمی نسبت به نیروهای خودی بیشتره نیروهای خودی اگر ببرن و به طرف مردم برن رحمی بیشتره اما نمیدونن که در مورد سپاه به خصوص اشتباه میکنن ببینید سپاه با... بازم تکرار میکنم اون نیروهای سپاه که در جنگ بودن و کسانی که واقعا با اعتقاد به خاطر حالا یا مرزهای عقیدتیشون یا مرزهای جغرافیایی تا پای جانی اونها رو نمیشه با تهدید اعدام ترسون این در واقع اشتباهی که جمهوری اسلامی داره میکنه سوراخ رو گم کرده در مورد اینها تهدید جواب نه بله کسانی که شما به عنوان نیروهای راندخاری که اوردی در سپاه کسانی که به قول احمد نژاد برادران قاچاقچی سپاه هستن اونها رو میشه ترسون اونها رو لازم نیست حتی, حتی از اعدام بترسونید رانتشون رو قطع کنید خودشون من دستبوس و با پابوستون اونی که با اعتقاد رفته میگم چه اعتقاد به مرزهای عقیدتی خودش چه مرزهای جغرافیایی کشور چه هر دو اون آدم با زندان و داغ و درفش و اعدام نمیترسه به همین جهت دارید راه اشتباه میرید و مطمئن باشید به نتیجه نمیرسید اما دارن تلاششون رو میکنن این کاری که کردن در مورد موسوی مجد در واقع میخواستن پیام وحشت آفرینی به داخل سپاه تزریق کنن به نظر من پیام وحشت زدگی خودشون رو به جامعه القا کردن چون دارن که چقدر میترسن از نیروهای خودشون و چقدر میترسن از تقیان نیروهاشون که این تقیان اتفاق افتاده و در اتفاق میفته این تقیان فقط این نیست که در زبان یک سیاستمدار حامی پیشین جمهوری اسلامی یا مقام پیشین جمهوری اسلامی ظاهر بشه این تقیان در جایی مطرح میشه که بسیار از نیروهاشون در جلساتشون بهشون اعتراض میکنن و میبینید کسانی که سالها در جبهه بودن امروز در زندانهای جمهوری اسلامی هستن میبینید کسانی که یک روز به نفع جمهوری اسلامی افشاگری دروغ میکردن امروز علیه جمهوری اسلامی دارن افشاگری های خطرناک میکنند خطرناک از که جان خودشون رو به خطر میندازن خب این در واقع پیام وحشت حکومت رو ما دریافت کردیم حکومت میخواست پیام وحشت آفرینی در واقع بده اما پیام وحشت زدگی خودش رو داد و مطمئنم بسیار از مردم دریافت کردن و نتیجهش رو هم حکومت خواهد دید موفق باشید